سرخط خبرها. اسرائیل آماده حمله به ایران شد. ایران به پرداخت 1.68 میلیارد دلار غرامت محکوم شد. نیروهای مقاومت فلسطین 20 عملیات علیه صهیونیست‌ها انجام دادند. و مسئول بازداشت پوتین مشخص شد. با سلام و درود، خوش آمدید به اخبار این ساعت از کانال بامداد ایران. اسرائیل آماده حمله به ایران شد. اسرائیل قصد خود را برای حمله به ایران در صورت غنی‌سازی اورانیوم این کشور به بالای 60% به اطلاع آمریکا و کشورهای غربی رساند است. دولت بایدن اعلام کرده عدم رویارویی را برای هماهنگی علیه ایران و پیشبرد توافق‌های عادی‌سازی ترجیح می‌دهد. اسرائیل از آمریکا خواستار دریافت تجهیزات سوختگیری در هوا شده است. اسرائیل برای حمله احتمالی به ایران به 4 تانکر هوایی سوختگیری نیاز دارد. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که واشنگتن تلاش می‌کند این تجهیزات را زودتر به اسرائیل تحویل دهد. ایران به پرداخت 1.68 میلیارد دلار غرامت محکوم شد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک قاضی فدرال در نیویورک به بانک مرکزی ایران و یک واسطه اروپایی دستور داده 1.68 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان در سال 1983 پرداخت کند. لورد تارسکا، قاضی دادگاه منطقه‌ای در نیویورک گفته، قانونی در سال 2019 به لغو مصونیت حاکمیت بانک مرکزی ایران در این شکایتنامه حکم داده است. انفجار سال 1983 در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت 241 سرباز آمریکایی را به کام مرگ کشاند. این سربازان بخشی از نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در لبنان بودند. ایران هر گونه مداخله در این حادثه را رد کرده است. نیروهای مقاومت فلسطین 20 عملیات علیه صهیونیست‌ها انجام دادند. به گزارش ایرنا از خبرگزاری شهاب فلسطین، مرکز آمار و اطلاعات فلسطین موسوم به معطا اعلام کرد نیروهای مقاومت فلسطین در کرانه باختری 20 عملیات علیه صهیونیست‌ها انجام دادند. بر اساس این گزارش، نیروهای مقاومت فلسطین با شلیک گلوله و پرتاب بسته‌های انفجاری به سمت نظامیان صهیونیستی با آنها در مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی مقابله کردند. این گزارش می‌افزاید عملیات نیروهای مقاومت در اریحا، قدس، سلفی، جنین، الخلیل، رام‌الله، نابلس و طولکرم روی داده است و نیروهای مقاومت با حملات صهیونیست‌ها مقابله کردند. منابع محلی گزارش دادند نیروهای مقاومت فلسطین به نظامیان صهیونیست در پست ایست و بازرسی دوتان واقع در غرب جنین تیراندازی کردند. و مسئول بازداشت پوتین مشخص شد. به گزارش مانیبان، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت در صورت سفر پوتین به کشورهای اروپایی، اروپا باید وی را بازداشت کند و به دیوان بین‌المللی کیفری تحویل دهد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی به قانونگذاران این کشور گفت در صورت سفر پوتین رئیس جمهوری روسیه به کشورهای اروپایی، اروپا باید وی را بازداشت کند و پوتین را به دادگاه کیفری بین‌المللی تحویل دهد. سناتور جمهوری‌خواه لیندزی گراهام از کارولینای جنوبی در نشست استماع بودجه از بلینکن پرسید آیا متحدان اروپایی ما را تشویق می‌کنید که پوتین را به دیوان بین‌المللی کیفری تحویل دهند؟ بلینکن در پاسخ گفت هر کشوری که عضو دادگاه است و تعهداتی دارد باید به تعهدات خود عمل کند.